آمار قربانیان کرونا در 323 شهر قطعا بیش از 47500 نفر است. بر اساس آمار مشخص از دهها بیمارستان و از گورستان ها، تعداد قربانیان کرونا در استان 14 میلیونی تهران از 10,000 نفر بسا بیشتر است. 4875 فوت از اول اسفند تا اول خرداد در 18 بیمارستان از 138 بیمارستان که بیمار کرونایی میپذیرند. سازمان مجاهدین خلق ایران پنج 8 خرداد 1399 اعلام کرد بر اساس آمار مشخص از دهها بیمارستان از 138 بیمارستانی که در استان تهران بیمار کرونایی میپذیرند و آمار ها شمار جانباختگان کرونا در استان 14 میلیونی تهران از ده هزار نفر بسا بیشتر است. به این ترتیب شمار قربانیان در 323 شهر قطعا بیش از 47500 نفر است. از اول اسفند تا اول خرداد در بیمارستان های یافتاباد، امام حسین، خمینی، مسیح دانشوری، شهدای گمنام، میدان خراسان، لغمان حکیم، مدرس، شهدای تجریش لبافی نجاد، سینا زیایان اعلم طالقانی مداین کاشانی شریعتی مفتح ورامین و سجاد در شهریار تهران 4875 بیمار کرونایی جان باختند این آمار فقط مربوط به 18 بیمارستان از 138 بیمارستان در اوسان تهران است که بیمار کرونایی میپذیرند. شمار جان در البرز به 1660 نفر، در خوزستان به 3550 نفر، در کرمانشاه به 1975 نفر، در لرستان به 1430 نفر، در مازندران به 2710 نفر و در همدان به 1275 نفر رسیده است. آمار واقعی در استانهای مختلف بیشتر شده اما حکومت آخوندها با دروگویی و فریبکاری تلاش به مخفی کردن آن دارد. ابعاد قربانیان کرونا در سایر استانها و میزان پنهانکاری و دروگویی رژیم را از اظهارات دو روز پیش استاندار تهران میتوان دریافت که گفت میانگین فوت شدگان کرونا در کشور 8.5 درصد و در استان تهران 3.5 درصد است. یک عضو کمیته کشوری مبارزه با بیماری های واگیر در وزارت بهداشت رژیم گفت از بین بیماران کرونا که به بیمارستان می آیند 12 درصد و 50 درصد بیماران کرونا که به بخش مراقبت های ویژه می آیند فوت می کنند. هریچی معاون وزیر بهداشت آخوندها تقصیر را به گردن مردم انداخت و گفت تهران 44 درصد رعایت نکردند و تهران بالاخره در خیلی از این موارد پاشنه آشیل ماست تهران از لحاظ این رعایت پروتکل ها متاسفانه بدترین وضعیت را دارد خصوصا حاشیه تهران و شهرهای اطراف تهران پرتراکم هست و مسائل جانبی که در آن وجود دارد بعضی از مراسم های هم که برگزار می شود روز بعد تلاش کرد با جل خبر و تاکتیک نال بارونه آمار فضاینده قربانیان در ایران را توجیه کند به گفت حالا کشورها مثل انگلیس کسانی که در خانه های سالمندان فوت می کنند که کم نیستند جزو آمارشان نمی آورند. یا کشور آلمان میاید می میگوید اگر کسی فوت کرد به دلیل کرونا تست او هم مثبت بود ولی اگر بیماری زمینه ای داشت ما جزو آمار نمی آوریم که مثلا پنجاه درصد بیماری هایی که آنجا فوت می کنند چون افراد پیر هستند بالاخره یک فشارخونی دیابتی یک ناراحتی تنفسی دارند نه ما خیلی شفاف اعلام کردیم آمار ما را هم می بیند همین اخیرا مثلا رو به نزول بود در موارد تشخیصی گاهی رفته بالا آن هم دلیل خاص خودش را دارد همانطور اعلام کردیم به مهندسی آمار به هیچ وجه اعتقاد نداشتیم هرچی همچنین خاطر نشان کرد 82 درصد اطلاعاتی که در مورد کرونا در فضای مجازی در کشور ما منتشر شده کسانی منتشر کردند که شناسنامه علیه مملکت و نظام اقدام می کردند. سخنگوی وزارت بهداشت رژیم نیز برای توجیه آمارهای دروغین رژیم در پاسخ به این سوال که گفته می شود تعداد فوت شدگان پانزده هزار نفر است گفت معیار اعلام آمار در همه جای دنیا کانفرم کیس است کیس قطعی و معیار تشخیص قطعی هم فقط برای بیماری کرونا و کووید 19 تست پی سی آر هست ما بدون پی سی آر به مریض نمی توانیم بگوییم مورد قطعی ابتلا تلویزیون رژیم پنجم خورداد. به این ترتیب وزارت بهداشت رژیم با سراحت از آن می کند که آمار رسمی رژیم فقط شامل مواردی است که قبل از مرگ ابتلا قطعی آنها با تست پی سی آر شده باشد. در همین حال اخبار کارگزاران رژیم از استانهای مختلف کشور از افزایش شمار مبتلایان خبر می دهد. زالی رئیس ستاد کرونا در تهران گفت در 24 ساعت گذشته با ابتلای 265 نفر به کرونا افزایش نسبی 3.5 درصدی را شاهد هستیم. در کرمانشاه رئیس دانشگاه علوم پزشکی گفت افزایش آمار بستری افراد مبتلا به کرونا در استان بسیار نگران کننده است و در صورتی که این روند ادامه یابد به طور قطع با تقیان بیماری مواجه خواهیم شد. رئیس کمیته اطلاع رسانی همین دانشگاه گفت هیچ شهرستان سفیدی در سطح استان نداریم. سه شهرستان کرمانشاه، جوان رود، هرسین و سلاس باباجانی وضعیت قرمز کرونا دارند و ما بقی در وضعیت هشدار هستند. در جیرفت رئیس دانشگاه علوم پزشکی گفت از اوایل اردیبهشت ماه تا آخر اردیبهشت ماه تعداد موارد مثبت قطعی مبتلا به کرونا به پنج تا شش برابر فروردین ماه رسید. در دسپول رئیس دانشگاه علوم پزشکی گفت موارد مثبت ابتلا به ویروس کرونا در استان خوزستان و شهرستان دسفول رو به افزایش است. از این رو دسپول همانند سایر نقاط استان در وضعیت قرمز به سر می‌برد. معاون وی گفت هشت بخش بیمارستان بزرگ دسفول درگیر بیماران کرونایی هستند. 130 نفر از کادر درمان دانشگاه علوم پزشکی و بهداشت دسفول به کرونا ویروس مبتلا شدند. در هرمزگان رئیس دانشگاه علوم پزشکی گفت در یک هفته اخیر شمار مبتلایان به کرونا در هرمزگان افزایشی است. وضعیت در میناب نگران کننده است. در کردستان معاون استاندار گفت ارقام مربوط به کرونا در استان نگران کننده است. دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران هشتم خرداد 1300